خب سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز ویدیو آموزشیمون کمی متفاوت هست، خیلی آموزشی نیست. پاسخ به سوال یکی از همراهامونه، 3-4 تا سوال مطرح کردن در مورد رمزارزها. بریم با هم سوالاتشون رو ببینیم و به پاسخشون بپردازیم. سوالی که کردن اینه که سازوکارهای ارزهای دیجیتال چگونه هست که با افزایش چندین برابری همیشگی ارزشش همه مردم در روز به روز منتفع میشن و با تبدیل به پول کشورشون سرمایه‌شون رو افزایش میدن. این کوه آتش فشان چگونه در همواره در حال جوششه؟ سوال دوم این که سرمایه گذاری مردم در این حوزه چه نفعی برای بشریت خواهد داشت؟ به عنوان مثال اگر تو بانک‌ها سرمایه گذاری کنیم موجب مشارکت در تولید میشه، اما سرمایه گذاری در رمزارزها چه نقشی رو داره؟ و سوال سومشون در مورد حجم رمزارزهاست که میگه که چطور در واقع نقدینگی میتونه در واقع برای که پولای کشور میتونه افزایش نقدینگی داشته باشیم که تورم ایجاد شه، اما رمزارزها چطوره؟ آیا ماینرها روز به روز در حال افزایش حجم رمزارزها هستن؟ یه سوال دیگه هم که پرسیدن که در مورد اساسی ترین عامل تاثیرگذار در روند نمودارها هم توضیح بفرمایید. هیچ عامل بیرونی به جز خبرهای فاندامنتالی وجود نهنگ‌ها وجود داره برای صعودی یا نزولی شدن نمودارها یا خیر؟ خب من شروع بکنم. یه جورایی همزمان به چند تا از این سوالات ممکنه با هم بخوام پاسخ بدم، خیلی جدا جدا نیست جوابم. اولا از بحث ماینینگ شروع بکنم. ببینید ماینرهای بیت کوین، حالا من به طور خاص راجع به بیت کوین صحبت میکنم، قابل تعمیم دادن به سایر رمزارزها هم هست. ماینرهای بیت کوین کاری که میکنن اینه که بعد از اینکه یک بلوک رو پیدا میکنن، یک مسئله سخت ریاضی رو حل میکنن برای اینکه تراکنش شما رو تایید بکنن، یک جایزه ای میگیرن. درست؟ این جایزه لزوماً به شکل بیت کوینی که قبلا وجود نداشته نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی این حل شدن این مسئله انجام میشه، الگوریتم بیت کوین یه مقدار بیت کوین تولید میکنه و به اینها میده و علاوه یه مقداری از همه هزینه تراکنشی که شما دادیم برای تراکنش بیت کوین به ماینرها میرسه. پس فقط بحث در واقع پول جدید نیست، بیت کوین جدید نیست، از هزینه تراکنشاتون هم به اون میرسه و این بیت کوین جدیدی که تولید میشه به ازای هر بلوک روز به روز نه، ولی سال به سال در حال کم شدن هست. ما در مورد پدیده هالوینگ یا نصف شدن در واقع جایزه مقدار تولید شده در جایزه حل بلوک های بیت کوین صحبت کردیم. اولین ویدیو بیت کوینمون هست، به هایلایتمون بریم اونجا میتونین ببینین. اولین ویدیو بارها تکرار میکنم، مهمترین 16 دقیقه یه که شاید میتونین روی بیت کوین وقت بذارین. اونجا در مورد ماینرها و اینکه مقدار جایزه چطور تعیین میشه صحبت کردیم. سوال دیگه ای که همزمان میتونم حالا با این سوال جوابش بدم، این سوالی که اینور پرسیدین، اینکه این عامل تاثیرگذار چی میتونه باشه. ببینید به هر حال اخبار فاندامنتال، مثال همین کم شدن مقدار تولید یکی از تاثیراتشه. خریدهای بزرگی که اتفاق میفته، مثل خریدهای بزرگی که توسط شرکت‌های بزرگ اتفاق میفته، مثل پیپال، مثل اسکوئر، تو این چند وقته داشتیم که خریدهای بزرگی انجام میدادن، یه جورایی هرچی بیت کوین تولید میشه رو دارن میخرن و خب چون بیت کوین دیگه ای تولید نمیشه، اگر بیشتر بخوام بخرم و دنبال فروشنده باشم و چون فروشنده ها کمن قیمت افزایش پیدا میکنه. این میرسونه ما رو به سوال دومتون که پرسیده بودین، سوال اولتون که چطور ممکنه که روز به روز منتفع بشن، در واقع سود کنن. ببینید بیت کوین شاید چیزی که بتونیم باهاش مقایسه کنیم خیلی دقیق نه، ولی اگر بخوایم تو این کانتکست باهاش مقایسه کنیم، طلا باشه. ارزش طلا رو این مشخص میکنه که چند نفر به چه قیمتی میخوان از شما طلا بخرن. اگر شما یک روز برین سر خیابونتون بهش بگین که آقا من طلا دارم میخوام بفروشم، در جواب بده که نه من طلا نمیخوام، هیچکی طلا نمیخواد، اون طلایی که انقدر هزار دلار الان میارزه بی ارزش خواهد شد. بیت کوین هم همینه. بیت کوین ارزشش، عدد قیمتش رو نگیم، ارزشش، قیمتش رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه. اینکه کی حاضر قیمت بیت کوین شما رو الان بخره به چه قیمتی، میشه قیمت بیت کوین شما. اما از لحاظ ارزش، در مورد سال دوم، اما از لحاظ ارزش آیا ایجاد ارزش داره میکنه بیت کوین؟ نه. آیا طلا ایجاد ارزش میکنه؟ آیا شما وقتی طلا میخرین طلا گرون میشه، میفروشین دوباره ارزون میشه میخرین؟ آیا دارین به اقتصادی کمک میکنین؟ آیا دارین به جامعه کمک میکنین؟ نه. این تصور در واقع سرمایه گذاری برای پیشرفت، برای ایجاد ارزش، که البته
در واقع سیستم فکری وارن بافت هم هست، چه سرمایه گذارهای بزرگ دنیا هستن، وقتی معنا پیدا میکنه که شما سهام یک شرکت رو میخرید. شما وقتی سهام شرکت رو میخرید دارید سهیم میشید، دارین شریک میشین در وجود اون شرکت، در سود و ضرری که اون شرکت میکنه، و پول شما در واقع میره در پروژه های آرندی، میره در پروژه های مختلف میره و هزینه میشه، حالا در مثال بانک که اینجا فرمودن، میره برای مشارکت در تولید و اونجا هزینه میشه و نتیجه سودش به شما برمیگرده. اما در معامله کردن ارزهای مختلف با هم این اتفاق نمیفته. حالا این ارزها میتونه یورو به دلار باشه، این ارزها میتونه بیت کوین باشه، میتونه یورو باشه، میتونه طلا باشه، طلا هم یک نوع ارزه، میتونه نقره باشه. شما صرفا دارین شرط میبندین روی تغییر قیمت اینها و در نهایت جواب نه هست، هیچ ارزشی به سیستم اضافه نمیشه. من فکر میکنم که سعی کردم در واقع جواب تمام سوالا رو بدم. یه نکته دیگه هم در مورد سوال سوم، این که در واقع نقدینگی آیا افزایش پیدا میکنه یا نه. ببینید، بانک مرکزی کشورها چون قدرت مطلق رو دارن روی ارز اون کشور، الان فدرال ریزرو دولت آمریکا روی دلار قدرت مطلق رو داره، اروپا به حال داستان خودش رو داره، بانک مرکزی اروپا رو داریم، قدرت و توانایی این رو دارن که پول چاپ بکنن و به سیستم عرضه بکنن. این اتفاق در مورد بیت کوین نمیتونه بیفته به خاطر اینکه الگوریتمش در واقع بهشون این اجازه رو نمیده و بیت کوین تولید میشه، گفتم چه جوری، اما ماکسیمم بیت کوینی که تولید میشه محدود هست. ما در نهایت 21 میلیون تا بیت کوین توی دنیا خواهیم داشت، تا الان 18 میلیون تاش تولید شده، 3 میلیون تا بیت کوین دیگه که تولید بشه دیگه بیت کوین بیشتری نخواهیم داشت. کاملا شبیه طلا، الان یه مقدار طلا روی زمینه، یه مقدار طلا زیر زمینه، روز به روز به دست آوردن طلا از زیر زمین به روی زمین سخت‌تر میشه و یه روزی دیگه طلای زیر زمین نیست و با همین طلاهایی که رو زمین هست باید بسازیم. این یکی از دلایلیه که حالا چه طلا چه بیت کوین در واقع افزایش قیمت براشون پیش بینی میشه. البته خب روی بیت کوین صحبت‌های بیشتری هست، وارد اون فاندامنتال ها نمی‌خوایم بشیم و می‌خوایم صرفا به جواب این سوالات بپردازیم. امیدوارم که ویدیو خوبی بوده باشه، امیدوارم که سوالاتی که توی ذهنتون بوده رو پاسخ داده باشم. اگر باز هم سوالی داشتیم برای ما مطرح کنید، اینجوری کامل اگر مطرح کنید سوالا خوب باشن، حتما به همین شکل به شکل ویدیو جزء ویدیوهای آموزشیمون در واقع منتشر خواهیم کرد. خیلی ممنون که همراه ما هستین، امیدوارم که شب و روز خوبی رو داشته باشین و تریدای موفقی رو داشته باشین هر کجای دنیا که هستین. مراقب خودتون باشین، میبینمتون و خدا نگهدارتون باشه.